حال پارسال یا پیرسال هم سر رادیو بودم دیگه، حس کردم خسته شدم، خسته شدم. و قبل از اینکه اجتماع، قبل از که دستگاه بگوید دیگه آقا تو به درد کار ما نمیخوری، خسته ای، خودم رفتم کنار که امیدوارم همین تو مثل من فکر کنن قبل از که بکشون بگن اجتماع که آقا تو دیگه بسته، خودش بره کنار به موقع. ماشاءالله هنوز خیلی جوان هستید و گذشت از اون صدای زیبای شما هیچ موقع برای شنوندای ما و هنر دوستای ما کهنگی نداره و اون جذابیت خودشو از دست نمیده. شما زمینه صحبتتون اشاره کردین به سن هنریتون، یعنی گفتین که 47 ساله که آواز میخونید. بخواستم بپرسم که اصلا چند سالتون هست شما؟ من والا متولد 1290 هستم. من 62 سالم. چرا شما بیشتر در آوازخونی فعالیت داشتین و کمتر به ترانه خونی رو می آوردید؟ حس کنم که چون آواز تو خون من بود و من کمتر می رفتم به ترانه شاد، یعنی اصلا اوضای ما اونجور نبود و اصلا ترانه شاد نمی پسندیدن اون موقع. شما فرمودی که حدود 2 ساله که دیگه با رادیو همکاری ندارید و به این ترتیب موسیقی رو کنار گذاشتید، علتش چیه؟ علتی ضعف و خستگی که هست کردم خدمتون و الان من خودم رو عضو رادیو میدونم، یعنی هستم، یعنی هر وقت اگه خدمتی کاری از دست من بر بیاد دستوری من بدن باز هم آمادگی دارم براشون انجام بدم. خب آقای بنان، شما در این تنهایی، در این انزوایی که گرفتید چه کار میکنید؟ بیشتر اوقات من با خوندن کتاب و نسبه یادآوری ردیف های گذشت سابق من همه حفظ بودم و الانم هستم و در منزل خودم تقریبا تمرین میکنم، یعنی مرتب خودم خونه خودم یک چیز زمزمه میکنم و میخونم. شما در مورد این موج نوع موسیقی که جدیدن ما با اون روبرو هستیم و آهنگای جدیدی از اونها میشنویم و اصولا در مورد این خوانندگان و ترانه سرایان چه عقیده‌ای دارید؟ از کنم به حضورتون که هر چیزی نوعی بر عقیده من بد نیست، ولی اگر روی اصولی باشد. من اکثرا صدای این خواننده‌های جوان جاز رو گوش میکنم، مایه‌ای دارن، ولی معلومه که اینا قبلا معلمی ندیدن، کار نکردن. من منکر ترانه نیستم، ولی به نام جاز اعلان نکنن. هم بگن ترانه‌های شاد مسابقه می‌بودن جاز، اینها اصلا جاز نیست، جاز یه وضع دیگری داره. یک لغاتی رو در بعضی ترانه‌ها می‌گنجونن که اصلا معلوم ریشه این چیه. مثلا خواص بهانه را بهانه میگوید، عوام هم میگه بونه. اون بهونه از کجا آمده من نمیدونم. شما اگه تمام کتاب ها نگاه کنید لغت، شما اگه کلمه بهونه پیدا کردین من حاضرم زندگی متقدم میتونم. خب آقای بنان، در آخر صحبتمون میخواستم خواهش کنم، چون این برنامه جوانانه، مربوط به جوانانه، اگر صحبتی برای جوانا دارید که کسانی که تازه میخوان موسیقی رو شروع بکنن بفرمایید. نصیحتی که باهاتون میکنم این است که اون دفعه هم که عرض کردم، هنر رو برای هنر دوست داشته باشن، نه برای زندگی مرفه‌تر، نه برای اتوبیلیستیک داشتن، نه برای خانه 1 میلیون 2 میلیون داشتن. یعنی گاهی هم لازم آدم فقر رو هم به خودش بقبولونه، هنرش رو حفظ کنه.